در پاسخ به پرسش زمانه درباره مذاکرات صلح ایالات متحده و کشورهای غربی ذیل نیروهای ناتو با طالبان به عنوان گروه های نظامی مخالف و مسلح حضور غرب در افغانستان، باید مراجعه شود و در واقع دوباره ارجاع داده شود به تاریخ مسئله جنگ با طالبان و به بنیانهای در واقع مالی، اقتصاد سیاسی و بنیانهای مرتبط با نظم نوین جهانی بعد از جنگ سرد در منطقه ما به طور مشخص در افغانستان. طالبان بدنه جدا افتاده از مجاهدان و احزاب و تنظیم‌های ایدئولوژیک و اسلامگرا بودند که در جنگ سرد در واقع در رویارویی امپریالیسم و سوسیالیسم وقت در لوای اتحاد جماهیر شوروی وقت در افغانستان و حمایت و تمویل و تجهیز مستقیم منابع و دول غربی از جمله ایالات متحده، از جمله انگلستان و کشورهای اروپایی ایجاد شدند. و چنانچه در بعد از در واقع جنگ سرد شاهد بودیم، از این نیروهای نظامی ایدولوژیک و بنیادگرا با نام مقاومت بومی افغانستان، با نام نیروهای مجاهد و نیروهای مخالف با اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش جماهیر سرخ شوروی در واقع استفاده می شد و تحت لوای مقاومت بومی غرب از این نیروها حمایت می کرد. در نتیجه منازعاتی که بر سر تصاحب قدرت ایجاد شد در همان دهه بعد از خروج نیروهای ارتش سرخ، ما شاهد بودیم که طالبان بدنه جدا افتاده یا منشعب شده از نیروهای مجاهدان بودند و با در واقع با مرکزیت بخشیدن یا محوریت بخشیدن به برخی از مطالبات قومی و جغرافیایی و زبانی، خط خودشان از خط مجاهدان وقت جدا کردند. دوره‌ای که مجاهدان یا بخش عمده از مجاهدان استحاله شدند بعد از تحولات 11 سپتامبر و قالب حکومت انتقالی تحت لوا و حمایت نیروهای غربی و نیروهای ناتو در افغانستان، طالبان کماکان به دلیل اینکه یک نیروهای غربی در نشست‌هایی که مرتبط به مسئله حل بحران افغانستان بود کنار گذاشته شده بودند، از سوی نیروهای غربی طالبان کنار گذاشته شده بودند، کماکان مخالفت نظامی خودشان امتداد دادند، ادامه دادند و نتیجه این شد که از سال 2014 به این سو در افغانستان و رهبری ایالات متحده مذاکرات صلح بدون حضور دولت دست نشانده به اصطلاح جمهوری در افغانستان معاصر پی گرفته شد. و آنچه که ما اکنون با زیر نام مذاکرات صلح یا مسئله مصالحه با طالبان می‌بینیم، 20 سال گذشته، 20 و چند سال گذشته، از سوی همین نیروهای غربی با شعار نجات زنان افغانستان و سرکوب تروریسم بین المللی در افغانستان انکار شد، سرکوب نظامی شد و نتیجه حمله نظامی نیروهای ناتو بر افغانستان سال 2001 بود. خب ما شاهد بودیم که چطور منجر شد که نیروهای ارتجایی و گروه‌های به اصطلاح خاکستری مردم این حمله را شکلی از اشغال نظامی ببینن و در نهایت همسو شوند با پروپاگاندای طالبان برای اینکه افغانستان تحت اشغال نیروهای نظامی و نیروهای غربی هست. به عبارتی و به زعم من، این سناریو یا تئاتر مذاکرات صلح در افغانستان با مناسبات سیاسی قدرت در سطح منطقه و نظم نوین نظام‌های سلطه در سطح جهان گره خورده و به طور مشخص سرمایه‌داری و بازوی راستینش نظامیگری و ناتو نقش
بسیار برجسته و عمده‌ای در بحران افغانستان و مسئله جنگ و صلح در افغانستان معاصر داشته. در آستانه 3 سالگی واگذاری افغانستان و طالبان، حال ما شاهد هستیم که دوباره پروپاگاندای غرب زیر نام این بار نه مبارزه با آپارتاید جنسی، نه مبارزه با تروریسم بین المللی، زیر نام کنار آمدن و واقعیت فرهنگی و تکثر فرهنگی افغانستان و پذیرفتن طالبان به عنوان بخشی از واقعیت افغانستان، ما کماکان در متن افغانستان شاهد استیلای سیاست، ادبیات و نگرش استعمار نوین از آدرس نسبیتگرایی فرهنگی و به عنوان زیر نام پذیرش این اصل نسبیتگرایی به عنوان ارزش‌های دموکراتیک هستیم. نتیجهش در باره مردم افغانستان گرسنگی میلیون‌ها انسان، آوارگی میلیون ها انسان، تباهی زندگی نیمی از جمعیت این کشور در جامعه زنان و طور مشخص و استقرار نخستین نظام آپارتاید جنسی و جنسیتی در افغانستان بوده. آنچه که اکنون با ابر روایت واقعیت افغانستان دست به دست میشه و زیر نام مذاکره و مصالحه و صلح پایدار در افغانستان در واقع تولید و بازتولید میشه، چیزی جز توجیه جنایات غربی زیر نام ریال پلیتیک یا سیاست در زمین واقعیت نیست به زعم من.